اسب پاسدار خوبه بگذرم از شما. رفقا سلام، روز و شب شما بخیر. به اضافه مستند این هفته خوش اومدین. تو این برنامه میخوایم بحث سیاسی بکنیم. سیاست توی ایران توی این 100 سال اخیر پیوند عجیب غریبی با دانشگاه و فعالیت‌های دانشجویی داشته. البته دانشگاه هم به حوزه سیاست علاقمند بوده. اتفاقات این 100 سال اخیر مثل کودتا، انقلاب، جنگ و اینها البته بی تأثیر در این پیوند با سیاست نبوده. خیلی از فعالان دانشجویی در سالهای بعد مسئولیت‌های سیاسی گرفتن که این پیوند با سیاست پررنگ‌تر و جدی‌تر بشه. دیدن مستند ستاره‌دار از این منظر مهم و ضروریه. ارتباط فضای دانشجویی با جریانات سیاسی. مستند ستاره‌دار البته یک قسمت از مجموعه 9 قسمتیه ستاره داره که آقای مهدی محمودی اون رو ساخته. در شب‌های قبل قسمت‌های قبلیش رو در شبکه مستند دیدید و امشب در به اضافه مستند قسمت جدیدش رو ما نمایش میدیم. تماشا بفرمایید. تهران به خاطر تهدید واقعا وحشتناک. در جمهوری اسلامی باید دانشگاه ها متحول بشود. جویی که در حقیقت این مسئولیت بر گردنش گذاشته شده و یک ارزش سیاسی داشت که همه ارزش ها پیش او کوچکند. خدا لعنت کند اون دست هایی که جوان ما را غیر سیاسی کنند و دانشگاه ما را غیر سیاسی کنند. من اگه تو شهر خودم دانشگاه داشتم محال بود بیام تهران. خواهش میکنم که شعار داده نشه، برادرها و خواهرها همراهی کنم. س
ساده زیستی توی دهه 60 برای نیروهای انقلاب ارزش بود. یعنی همونی که آقای هاشمی مسخره میکرد توی نماز جمعه موجب فخر ما بود. نمیخوام باز ارزش، شاید آقای هاشمی درست فکر میکرد، من میخوام اتمسفر فکری اون موقع رو بگم. و این ما احساس میکردیم که در واقع داره تعرض میشه به یه سری تفکراتی که اون موقع ناموسی بود برامون. یعنی فکر میکردیم ناموس انقلاب، ناموس انقلاب اسلامیه، میدونید؟ از این زاویه بود. یا حالا مثلا تو اون وجه دومی که من اشاره کردم، استکبار ستیزی، اون موقع ما احساسمون این بود که در واقع آقای هاشمی، حالا گفتمان آقای هاشمی داره قبح مثلا مراوده با آمریکا، با غرب، اینکه مثلا اون وجه استکبار ستیزی انقلاب رو، نگاه های جهانی انقلاب رو ما کنار بگذاریم، قبح یه همچین چیزهایی رو داره میریزه. تحکیم همچنان هاشمی را به عنوان نماد جریان راست میشناسد و فضای دانشگاه اصلی ترین کارگاه نقد هاشمی در کشور است. و گفتمان آقای هاشمی خب خیلی روشن بود و نگاه هم داشت، یعنی یه پکیج بود نگاهشون. ما اون موقع به عنوان نیروهای کف بازار سیاست دانشجویی انقلابی بر نمیتابیدیم اون نگاه رو، یعنی احساس میکردیم بازی که از ناموسای انقلاب و نظامه که این وسط داره ملکوک میشه و لگد مال میشه. از این زاویه ما نگاه میکردیم، بنابراین تصورمون این بود که نگاه، حالا شخص آقای هاشمی کاری ندارم، نگاه آقای هاشمی و اون چی که در دولت آقای هاشمی داره دنبال میشه، در واقع داره این داربست‌ها و این چارچوب‌هایی رو که مقوم این سازمان فکری انقلاب اسلامیه، اینها رو داره مخدوش میکنه و بنابراین مقابلش موضع میگرفت. هاشمی از جو سیاسی حاکم بر دانشگاه‌ها و ایجاد فضای انتقادی راضی نیست. عموم جامعه هاشمی را همچنان مردی انقلابی می‌داند. سفرهای استانی هاشمی و استقبال پرشور مردم از او به خوبی این مطلب را نشان می‌دهد. فضایی که در بین دانشجویان رنگ و بوی دیگری دارد. او به دنبال سخنگویی برای خودش در دانشگاه ها می گردد. مناسب ترین گزینه پیدا می شود. کسی که مدتی قبل به دلیل اختلافاتی از دفتر تحکیم جدا شده است. حشمت الله تبرزدی. او که پس از جدایی از تحکیم، تشکیلاتی با نام انجمنهای اسلامی دانشجویی و دانش آموختگان را راه اندازی کرده، حالا به صورت جدی مورد حمایت مادی و معنوی دولت هاشمی قرار می گیرد. آقای تبرزدی اومدن انجمن اسلامی دانشجویی رو راه انداختن، اسمشون هم گذاشتن اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویی. اون دانشجویان بود، این دانشجوی. تبرزدی عضو تحکیم بوده سال 61، عضو شورای مرکزی تحکیم بوده. یعنی یه مدعاهای اینجوری داشت، یه در واقع آزار از درون بود، خیلی اذیت کرد. دولت ساختمانی بزرگ در اختیار تبرزدی قرار میدهد. دفتر آقای هاشمینا تغذیه مالیشون میکردن، کمکشون میکردن، خودشون آدمای متدین و انقلابی هم بودن، ولی اینا رو به صورت تغذیه مالی میکردن و کمکشون میکردن. و آقای میر محمدی که رئیس دفتر آقای هاشمی بود، ما خبر شدیم که 700 هزار تومان اون موقع پول داده بود به تبرزدی. 700 هزار تومان خیلی پول بود اون موقع. اون موقع مثلا بودجه ماهانه دفتر تحکیم 100 هزار تومان بود. با حمایت‌های هاشمی، تبرزدی نشریه‌ای را تحت عنوان پیام دانشجو منتشر می‌کند. این نشریه به دفاع تمام عیار و بیچون و چرا از دولت هاشمی می‌پردازد. نشریه‌ای که برای اولین بار از واژه سردار سازندگی برای هاشمی استفاده می‌کند.
نمیشه پنهان کرد که از این مسئله ایشون کمال استفاده رو به نفع خودش و دولتش کرد، لیکن مجموعه ای که با ایشون کار میکردن که در رأسش دفتر ایشون با آقای میر محمدی بود سمپاتی داشتن نسبت به آقای طبرزاده. حتی نشریه‌ای که بعداً که طبرزاده اینو پیام دانشجوی بسیجی رو شکل دادن، هزینه انتشار اون و حتی محتوای اون رو آقای میر محمدی تأمین میکرد و چند تا سرمقاله از اون نشریه رو ایشون به اسم نوشته. یعنی اگه شما به آرشیو مراجعه بکنید، مثلا من خاطرمه یکی از آخرین شماره، شماره 21، ایشون اصلا سرمقاله نوشته آقای میر محمدی، به نام میر محمدی که همون وقت ایشون رئیس دفتر آقای هاشمی بود و بعض از فعالین دوروبر آقای طبرزاده همشون به استخدام دفتر آقای هاشمی در اومدن. تحکیم منتقد سرسخت هاشمی است و تشکیلات طبرزاده با تمام قوا در برابر تحکیم ایستاده است. من اون موقع لیدر مهمترین تشکلی بودم که جلوی آقای هاشمی وایستادیم و قدرتمندترینش هم بودیم، امکان اکت داشتیم، کلافش کرده بودیم. تا اون موقع تحکیم تقریبا یا تحقیقت مهمترین منتقد دولت آقای هاشمیه. شدت تقابل این دو گروه گاهی بالا می گیرد و کار به زد و خوردهای سنگین کشیده می شود. علت این هم که تحکیم آقای هاشمی یه ذره مسئله پیدا کرد سر همون بیانیه دوران بازسازی، چون آقای هاشمی حامی اون بیانیه بود، از اونجا زاویه پیدا شد بین دانشجوها و آقای هاشمی، وگرنه قبلش آقای هاشمی در زمره جناح چپ تلقی میشد. بازسازی اقتصادی به گونه‌ای تنظیم شده بود که طبقات محروم توش خیلی تحت فشار قرار می‌گرفت. مرحله نخست طرح نواب افتتاح گردید. بالاخره پس از گذشت چندین دهه از شروع مباحث و اظهار نظرهای گوناگون، بخش نخست طرح نواب که به تعبیری به عنوان بزرگترین طرح شهرسازی داخل شهری کشور تلقی می شود، به دست ریاست جمهوری گشایش یافت. عدم امکان تأمین منابع سنگین مالی مورد نیاز این طرح بزرگ، موجب روی آوردن به شیوه های نوین تأمین منابع مالی گردید. به طوری که برای نخستین بار پژوهای 405 وارد شد، بعد رنوی 31 وارد شد. اینا نماد تجمل بود در دوره آقای هاشمی. دانشجو با اینا خیلی مخالف بودن، که مثلا حتی یه جایی پیشنهادم شده بود که یکی از این ماشین ها جلو دانشگاه بزن، دانشجو آتیش بزنن که نماد اعتراض بشه به سیاست های مثلا تجملگرایی آقای هاشمی. محور اصلی نقدی که ما با آقای هاشمی داشتیم بحث اقتصادی ایشون بود، لااقل شخصا من داشتم و احساس این بود از همون روز اولی که ایشون اومد و قبل از اینکه حتی ایشون رئیس جمهور بشه، برنامه اولی که تو مجلسی که ایشون رئیسش بود در حقیقت تنظیم شد و بعداً البته بعد از اینکه ایشون رئیس جمهور شد نهایی تقریبا در همون اوان نهایی شد، توی اون برنامه خیلی راحت میشد ببینی که برنامه ششمی که در زمان شاه تدوین شده بود رو با قدری اصلاحات تحت عنوان برنامه اول جمهوری اسلامی توی مجلس تصویب کردن و یه پیوست اون برنامه داشت که اگه مثلا برنامه خودش مثلا یه جزوه 20 صفحه‌ای بود، اون پیوست چیز حدود 500 صفحه بود که اختیارات بسیار وسیعی رو توی اون پیوست گذاشته بودن و اون پیوست رو یک جا مجلس بدونه که بخونه تصویب کرده بود، که یکی از بندهای اون پیوست اختیارات تشکیل شورای عالی اداری کشور بود با اختیارات بسیار زیاد، مثل در حقیقت ادغام وزارتخونه یا تأسیس وزارتخونه. این رو مجلس تو و تو یک پیوستی که یک جا تصویب کرده بود و اصلا شاید هیچی کرد نمایانده نایده بود. خیلی نکته عجیبیه که حتی تو مجلس بعدی من این پیوستی بردم به نمایانده بودم، گفتم ببینید این یه هم چیزی تصویب شده و شما اصلا خبر ندید. اینو میگفتن چرا آقای هاشمی داره این کار رو میکنه؟ گفتم خودتون بهش اختیارات قانونی ده. گفتن کجا؟ گفتم اینها.
گفتم ای یه هم چیزی هم وجود داره. گفتم آره اینا و مثلا اون پیوستنه اون خیلی جا نمیشه پیداش کنم، مثلا شاید یه نسخه شو من دارم، شاید صدم برنامه تو اسناد محرمانش یا تو اسناد جدیش داشته باشه. دفتر تحکیم پایگاه خود را در دولت از دست داده و در این شرایط بزرگترین نقطه اتکای آنها مجلس است. تحکیم به عنوان پیروز انتخابات ماقبل خودش رو حساب و واقعا هم بود. تحکیم لیست تحکیم در تهران لیست پیروز انتخابات مجلس سوم. حالا یه همچین کاراکتری، یعنی تشکیلاتی که همچین پوزیشن و کاراکتری رو داره، داره وارد انتخابات مجلس چهارم میشه. تحکیم که نمیخواهد بازنده این میدان باشد، برای انتخابات برنامه دارد. از یک سال چیز قبل از انتخابات مجلس جلسات توی تحکیم شروع شد. ما لیست ببندیم. مسئول اون جلسات من بودم. ما شاید مثلا نزدیک 20 جلسه داشتیم که انجمنها اسامی پیشنهادیشون رو می آوردن تو شورای عمومی تهران تحکیم. اونجا بحث می شد، رفت و برگشت می شد. موازی با اون جلسه ائتلاف خط امام در واقع تازه راه افتاده بود. ائتلافی که توش مجمع روحانیون بود، دفتر تحکیم بود، انجمن اسلامی معلمان، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه و انجمن اسلامی مهندسان. سازمان مجاهدین انقلاب هنوز تأسیس نشده بود، از کمرکش این موضوع اومد پیوست. در روزهای آخرش به این مجموعه به عنوان گروه ششم اضافه شد. اونجا هم من موازی با بحثی که داخل داشتیم، اونجا هم در تقاطع با گروه های همفکر در واقع این لیست رو داشتیم پیش می‌برد. یعنی اکشن ما و دورخیز ما برای رقابت انتخاباتی بود. شورای نگهبان 40 نفر از نمایندگان را که برای انتخابات مجلس دامنویسی کردند رد صلاحیت کرد. البته هنوز بسیاری از چهره های شاخص جریان چپ و مجمع روحانیون مثل خوئینی ها و کروبی در رقابت حضور دارند. در این مقطع شکافی بین تحکیم و مجمع ایجاد می شود. بعضی از اعضای تحکیم معتقدند باید به کلی انتخابات را تحریم کرد، هرچند که در نهایت منصرف می شوند، ولی حضور آنها در این مرحله از انتخابات کمرنگ و حد اقلی است. یعنی من یادم یه جلسه از بعد از ظهر تا پاسی از شب بحث شد که خب آیا شرایط تغییر کرده، آیا ما باید شرکت بکنیم در انتخابات یا نه. انتخابات برگزار می شود و در مرحله اول تنها دو نفر می توانند با کسب یک سوم آرا به مجلس راه پیدا کنند و کار برای 28 نفر باقی مانده به دور دوم کشیده می شود. اما در مجموع آرای جناح راست بیشتر است. اگر در مرحله دوم این روند ادامه پیدا کند، ضربه سنگینی به جناح چپ وارد خواهد شد. ما تو اون انتخابات مرحله و فرصت نداشتیم، شوک شده بودیم، لیستمون داغون شده بود، اصلا نصف گروهامون یه توپ شش و بش بودن، اصلا بیان نیان. دو سه روز تبلیغات کردیم تو تهران، واقعاً هم همین. خب ما الان یه فرصتی یک ماهه داریم، از الان بسیج نیرو میکنیم، سازماندهی میکنیم و میایم تو انتخابات چیز، تو انتخابات دور دوم میبریم. تحکیمی ها که در دور اول حضور کمرنگی داشتند، در این دوره با جدیت بیشتری وارد عمل میشوند. مجلس سوم بزرگترین نقطه اتکای آنهاست و تحکیم نمیخواهد این میدان را ببازد. در مرحله دوم جریان چپ شکست سنگین تری می خورد و سرلیست آنها یعنی مهدی کروبی در جایگاه 35 قرار می گیرد. هرچند بسیاری از تحکیمی ها شکست را به گردن شورای نگهبان می اندازند، ولی واقعیت این است که فضای جامعه آن روز کاملا به ضرر جریان چپ بوده و مردم رضایت چندانی از عملکرد مجلس سوم ندارند. اما این دعواهای سیاسی در حالی است
که فضای جامعه متأثر از ارزش‌های انقلاب است. بازگشت شهدای دفاع مقدس به کشور و تشییع با شکوه آنها مؤیدی بر این ماجرا است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام حضور شما همکاران محترم در تهران و بینندگان گرامی در اقصی نقاط میهن اسلامیمان. از دومین روز سفر آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم جمهور کشورمان به استان بوشهر گزارش های آماده است که اگر شما همکاران محترم در تهران آماده دریافت هستید به سمع و نظر بینندگان عزیز برسانم. رئیس جمهور در قسمت دیگری از سخنانشان در مورد اوقات فراغت جوانان اظهار داشتند. باید با تأسیس ویدیو کلوب ها و کانون های فرهنگی، ورزشی و تفریحی، ایجاد تورهای سیاحتی و سایر امکانات جذب جوانان، آنها را در برابر تهاجم فرهنگی غرب حفظ کرد. بعد از شکست جریان چپ در مجلس، انتقادات به وزیر ارشاد بالا می گیرد. اما وزیر تحمل این حجم از انتقادات را ندارد و چندین بار تصمیم به استعفا می گیرد. هاشمی مانع او می شود. اما سرانجام در مرداد 1371 با استعفای او موافقت می کند. با این استعفا تحکیم 4 حامی خود را در بدنی قدرت از دست داده. منتظری عزل شده. دوران میر حسین به پایان رسیده. مجلس از دست آنها خارج شده و خاتمی هم استعفا داده است. ببینید تحکیم از 68 به بعد خب ستاره بختش افول کرد دیگه. تحکیم تو سال 68 من یه اصطلاحی داشتم که تو سخنرانی 77 دانشگاه قزوین گفتم، تحکیم دوردونه بود، دوردانه نظام بود در دانشگاه. دوره دوردانگی 68 تمام شد. حالا جنبش های دانشجویی جریان چپ تنها یک پناهگاه دارند، همان نشریاتی که از دل حلقه کیان بیرون آمدند. وابستگی و دلبستگی تحکیم به این نشریات در این دوره به اوج خود میرسد. بسیاری از اعضای قدیمی و جدید تحکیم و انجمنهای اسلامی جذب این نشریات میشوند و به دنبال آنها زنجیره ای از نشریات منتشر میشود و طبیعتاً هاشمی هم از سیل انتقادات در امان نیست. با افزایش انتقادات فشار دولت بر منتقدان افزایش پیدا می کند. در زمان آقای هاشمی وزارت اطلاعات فشار سنگینی رو تحکیم اعمال کرد. این اتفاقات هم اون موقع آقای علی باقری عضو محوری دفتر تحکیم وحدت بود که بچه ها تو دیوار شنود پیدا کردن و علی باقری رو یه شب که اطلاعات گرفت برد و یعنی برخورد امنیتی رو شروع کردن با بچه ها، تحت فشار قرار دادن و همین باعث شد که دفتر تحکیم کم کم به اضمحلال رفت. بعد یه اتفاقای امنیتی افتاد برای تحکیم که همین شورای مرکزی 5 نفره در ادامه کارش به یه نقطه ای رسید که حاضر نبودن بچه ها بیان تو ساختمون تحکیم جلسه شورای مرکزی ما بذارن. همشون هم میتونستن بگیرنمون. من میرفتم، ما چرا تنهایی ما چراغ روشن کرده نمیمدن. یعنی ما جلسات آخر مجبورشون خونگی گذاشته بودیم توی مقطع جلسات رو. فضای سنگین بر دفتر تحکیم سایه می اندازد.
شرایط به جایی میرسد که در انتخابات سالانه شورای مرکزی تحکیم هیچ کس حاضر به کاندیدا شدن نیست. انتخاباتی که رقابت جدی بود سرش تا مثلا سال قبل، مثلا 20 نفر کاندیدای جدی میشدن، رقابت بود، لابی بود، یارکشی بود، فراکسیون بندی بود، همون چیزی که هنوز احزاب فعلی ما ندارنش. خیلی جدی بود، خیلی جدی بود. به گونه ای شده بود سال 71 کسی جرأت نمی کرد بیاد شورای مرکزی تحکیم. در این فضای سیاسی موجود تحکیم یک جریان نامشروع تلقی می شود، به طوری که هیچ کس حاضر نیست با حمایت از آن چهره سیاسی خود را مخدوش کند. حمایت های مالی هم کم شده. آنها حتی از پس مخارج عادی دفتر خود از جمله هزینه آب و برق عاجز شدند. جریانی که تا دیروز به راحتی می توانست اجتماعات عظیم دانشجویی راه بیندازد، امروز حتی هزینه کرایه کردن اتوبوس برای رساندن اعضای خود به همایشی در شیراز را ندارد. دو تا اتوبوس بگیریم بچه‌ها رو از تهران سوار دو تا اتوبوس کنیم تا شیراز پول نداشت. چقدر میشد اون موقع؟ مثلا 50-60 هزار تومان میشد. نداشتیم. حدود 7-8 ساعت بچه همه انجمن اومده بودن تو تحکیم با ساک و چیز که اتوبوس بیاد ببره. ما پول نداشتیم، یعنی یه جایی بود ما نسیه مثلا میبود دیگه گفت نمیدونم به تو پولت بیاریم. ما چی بیارم به شما؟ که ما مثلا غروب دیگه موفق شدیم از یه جایی یه دوستی مثلا یه پولی گرفتیم. این وضعیتمون اینجوری شده بود. تحکیم در آستانه فروپاشی است. در این شرایط شورای مرکزی تحکیم تقاضا می‌کند که با رهبری دیدار کند. تیمونن تبرکن بود اون ملاقات، یعنی زیاد ملاقات کاری و بحثی و حرفی نبود. بعد با آقای حجازی تا جایی که یادمه این قصه با آقای حجازی گذشت. آقا ما اصلا شما میگید مثلا شما ما قبولتون داریم بچه های انقلاب این فلان، آقا ما داریم میمیریم اصلا، ما کسی 2000 به ما پول نمیده چراغ تحکیم روشن باشه. بیت یه ساختمون داد توی کوچه شهید رجب بیگی به دفتر تحکیم، اون رو بیت داد و بعد از اینکه اون ساختمون رو دادن یه بودجه 100 هزار تومانی هم برای دفتر تحکیم در نظر گرفتن. ما برامون خیلی یعنی اتفاق بزرگی بود، خاصه اینکه مثلا از بیت اینو گرفته بودیم، یعنی این هم مشروعیت زا بود برای ما، هم مشروعیت ایجاد میکرد برای ما و هم اینکه خب واقعا دست ما رو گرفت، یعنی نجات داد ما رو از تکدیگری، ما رو نجات داد و به هر حال تحکیم تونست که چیز بکنه دیگه. یعنی فعالیت تحکیم از لبه پرتگاه فروپاشی برمیگردد. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 1372 قرار داریم. تقریبا همه جریانات سیاسی به عملکرد دولت هاشمی نقد دارند. جناح راست نقدهای جدی به مشی فرهنگی هاشمی دارند که مصداق بارز آن فشار بر استعفای خاتمی است. جناح چپ هم طبق معمول به مشی اقتصادی و سیاسی دولت نقد دارد. اون طرف هم رقباش در واقع به هر حال آقای جدی‌ترینش آقای توکلی بود که از بدنه راست در اومده بود دیگه و از موضع راست آقای هاشمی رو نقد میکرد در واقع. بنابراین اونجا تحکیم به این جنبندی رسیدیم که ما مثل انتخابات مجلس چهارم در واقع بیانیه میدیم. اونجا فکر میکنم از مردم هم خواستیم که اصل مشارکت در انتخابات و اینا رو هم حتی تأکید کردیم روش، منتها گفتیم ما بین کاندیدای موجود در واقع از هیچ کس حمایت نمیکنیم. این اولین اکت ما بعد از شاید یک سال یاد مثلا قریب به یک سال فعالیت بود. نام
سید جواد. دیگه چیزو گفته مشهد هاشمی پیروز انتخابات می شود، اما نسبت به انتخابات قبل یک سوم آرای خود را از دست داده است. یک پیروزی که در دل آن شکستی تلخ نهفته است. یکی از پایین ترین مشارکت ها در انتخابات ریاست جمهوری رقم می خورد. دور دوم ریاست جمهوری هاشمی آغاز می شود. مشارکت حداقلی مردم در این انتخابات فضای سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. تحمل نقد در میان مسئولین کمتر شده. نگاه غالب دولت مردم بر این است که دانشگاه صرفاً مرکزی برای تولید علم و تقویت سازندگی کشور است. برخوردها در دانشگاه ها شدت می گیرد. دولت سازندگی بر این باور است که دانشگاه باید غیر سیاسی باشد. فشار بر گروه ها و تشکل های دانشجویی بیشتر می شود. الان شرایط دانشگاه طوریه که حالا ممکنه فعالیت اجتماعیش یک مقداری تا حدودی بتونیم بگیم خوبه، اما از نظر فعالیت سیاسی صفره. به طوری که حتی ما مثلا اعتراضی که راجع به همون ماده‌ای که قانون مجلس تصویب کرده بود راجع به مسئله شهریه اعتراض کردیم، ما رو ترسوندن از اینکه این مسئله وارد سیاست میخواد بشه و شما با قانون اساسی دارید مثلا مطرح میکنید و اعتراض دارید به قانون اساسی اینا، و عملا ما رو از فعالیت سیاسی ترسوندن. حتی خود انجمن اسلامی هم که به عنوان یک قشر سیاسی جامعه میتونیم بگیم که در حال فعالیت هستش، دو گروه بود، یه عده موافق بودن که مسئله به سیاسی باشه، یه عده موافق بودن که سیاسی نباشه. ظاهرا کار به خوبی پیش میرود، اما مانعی بزرگ بر سر راه آنها قرار می‌گیرد. سیاست زدایی در دانشگاه‌ها مخالفی جدی دارد. بنده دلم میخواد این جوانهای ما، شما دانشجوها، چه دختر و چه پسر و حتی دانش آموزهای مدارس، روی این ریزترین پدیده‌های سیاسی دنیا فکر کنید و تحلیل بگذارید، تحلیل بدید. گیرم که یک تحلیلی هم بدید که خلاف واقع باشد، باشه، خدا لعنت کند اون دست هایی که تلاش کرده اند و می کنند که قشر جوان ما را غیر سیاسی کنند و دانشگاه ما را غیر سیاسی کنند. مگر می توانه یک عده، یک کشوری که جوانهاش سیاسی نیستن، اصلا تو باغ مسائل سیاسی نیستن، مسائل سیاسی دنیا را نمی فهمند، جریان‌های سیاسی دنیا رو نمی‌فهمند، تحلیل درست ندارند، مگر می‌توانه یه چنین کشوری بر دوش مردم حکومت و حرکت و مبارزه و جهاد بکند؟ بله، حکومت دیکتاتوری باشه میشه. حکومت‌های دیکتاتور دنیا صرفشون به این است که مردم سیاسی نباشن. مردم درک سیاسی و تحلیل سیاسی و شعور سیاسی نداشته باشن. اما یک حکومتی که میخواهد به دست مردم کارهای بزرگ را انجام بدهد، نظام را میخواهد با دوش مردم، با قدرت بیپایان مردم به سرمنزل برساند، مردم را همه چیز نظام میداند، مگر میتونه یه چنین نظامی مردمش، به خصوص جوانهاش و بالاخص جوانهای دانشجوش، غیر سیاسی باشند؟ اگر میشه این وضع دانشگاهی که امروز هست، من به شما صریح بگم من نمیپسندم این وضعیت رو.
دانشجویی که اصلا نفهمه در دنیا چه میگذره، این دانشجو دانشجوی زمان خودش نیست، مرد زمان خودش نیست. دانشجو باید احساس سیاسی داشته باشد، درک سیاسی داشته باشد، تحلیل سیاسی داشته باشد. خود آقا مثلا این کورسوی اعتراض رو، انتقاد رو، مطالبه رو حمایت نمی کرد، کلن نابود شده بود به نظرم جنبش دانشجویی آرمانگرای انقلابی تو دهه 70. با این موضع‌گیری صریح فضا تغییر می کند. تشکل‌های دانشجویی که در وضعیت زندگی نباتی قرار دارند دوباره فعال می شوند. 13 آبان 72 خیلی سخنرانی مهمیه که نقطه عطفیه به نظرم. آقا تقریبا در برابر همه ایستاد دیگه، یعنی هیچ که حرفای آقا رو قبول نداشت. یعنی از نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه شما بگیرید تا سپاه پاسداران، تا فضای رسانه‌ای کشور، تا صدا و سیما، هیچ کدوم اصلا چنین نگاهی نداشتن به فعالیت‌های دانشجو که تحلیل کنید، هرچند غلط بودن. غلط کردید بخواید تحلیل غلط بکنید. با این جمله آقا خیلی جمله مهمی بود، تحلیل کنید هرچند غلط. اینو با همین حرفای محافظه‌کارانه تونسته بودن کلی مانع‌تراشی کنن دیگه. آقا اینا اگه بخوان خودشون فکر کنن به اشتباه میافتن. مگه سرنوشت مجاهدین خلق رو ندیدید؟ مگه سرنوشت فلان رو ندیدید؟ هی به بهانه اونا هی می‌خواستن صورت مسئله رو پاک کنن. در فضای جدید نقدها جدی‌تر و صریح‌تر می‌شود. اما چیزی نمی‌گذرد که انتشار خبری در رسانه‌ها کشور را به شوک فرو می‌برد. خبری که اتفاقاً دانشجویان روی آن حساسیت بیشتری دارند. واژه‌ای جدید که مردم تا آن روز به شنیدن آن عادت ندارند. یک اختلاس کلان. فاضل خداداد اولین محکوم کلان اقتصادی لقب می‌گیرد. یک رسانه دانشجویی در افشای این خبر نقش پررنگ‌تری دارد. نشریه‌ای که تحت حمایت مادی و معنوی دولت هاشمی قرار دارد و گروه‌های دانشجویی آن را به عنوان سخنگوی دولت در دانشگاه‌ها می‌شناسند. نشریه پیام دانشجو که توسط حشمت الله تبرزدی اداره می‌شود. نشریه‌ای که تا دیروز حامی بی قید و شرط هاشمی بود، مشی جدیدی پیش گرفته است. این نشریه به افشاگری در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی می‌پردازد. روابط بین دولت مردان و تبرزدی تیره و تار می‌شود. هنوز جامعه از شوک خبر اختلاس رها نشده که به فاصله یک سال خبر بعدی از راه می‌رسد. برای اطلاع مردم از این خبر دیگر نیازی به انتشار آن در رسانه‌ها نیست. حتی افرادی که اخبار را پیگیری نمی‌کنند در معرض آن قرار می‌گیرند. رکورد جدیدی قرار است در اقتصاد ایران ثبت شود. رکوردی که تا سال‌ها دست نخورده باقی می‌ماند. تورم 49%. مردم گرانی را با تمام وجود لمس می‌کنند. واژه‌های جدید به ادبیات سیاسی اضافه می‌شود. مفاسد اقتصادی، دانه درشت‌ها، آقازاده‌ها، رانت‌خواری و اختلاس‌های میلیاردی. در شرایطی که گرانی‌ها به بحث شماره یک مردم و سیاسیون تبدیل شده، کشور در آستانه انتخابات دیگری قرار می‌گیرد. انتخابات مجلس پنجم. تجربه نامطلوب هاشمی در انتخابات گذشته سبب می شود او با هیچ یک از جناح‌های سیاسی موجود نتواند همکاری کند. مجلس چهارم هم که اکثریت آن از جناح راست می باشد، آنطور که باید و شاید هم نوا با دولت نیست. طرفداران هاشمی برای کسب موفقیت در انتخابات مجلس پنجم باید بین جریان چپ و راست یکی را انتخاب کنند.
آنها بر سر دوراهی قرار گرفتند، ولی راه سوم را انتخاب می کنند، تأسیس یک حزب جدید، حزب کارگزاران سازندگی. هسته اصلی این حزب را نیروهای سیاسی دولت هاشمی تشکیل می دهند. در حقیقت دولت به جای اینکه روش خود را با یکی از احزاب تنظیم کند، یک حزب مناسب روش خودش ایجاد می کند. انتخابات مجلس برگزار می شود. اعضای راه یافته به مجلس پنجم ترکیبی از کارگزاران و جناح راست و اقلیتی از جناح چپ است. بله سلام علیکم، احوال شریف چطوره؟ چکر. از طرف دیگر در فضای جنبش‌های دانشجویی تبرزدی به یک مخالف جدی برای دولت تبدیل شده است. شروع کردن افشاگری کردن و با دولت آقای هاشمی اینو موضع پیدا کردن، قبلا با آقای هاشمی هماهنگ بودن، مشکلی به صدا نداشتن، خدا رحمت کنه. موضع گرفتن اینا که الان ما اسمشون رو میذاریم کارگزاران، اینا افتادن به جون به صلاح اتحادیه و اون تشکل و شروع کردن به صلاح به اینا ضربه زدن. و خب خدمت شما عرض میکنم که اون ضربه هم طوری شد که به مرور بالاخره تأثیر گذاشت و عرض کردم یه عده‌ای از بچه های حزب اللهی رو هم تحریک میکردن، میرفتن کتککاری میکردن دیگه. او در هر شماره از نشریه نقدهای تندتری نسبت به دولت مردان مطرح میکنن. تحریک میشدن، یه عده رو مینداختن به جون به صداد، مجموعه که خب فعالینشون اون موقع آقای تبرزدی بیشتر بودن تا ماها. موزگیری های جدید تبرزدی باعث می شود بسیاری از اطرافیان او که با مشی جدیدش مخالف هستند او را رها کنند. از حمایت های بیدریغ مادی و معنوی دولت هم دیگر خبری نیست. دفتر رئیس جمهور مثلا فرض کنید که موازی که اینا میگرفتن به یده بر میخورد دیگه، اونا به صلاح موزه گرفته بودن، خود اینا داشتن انشاب به صلاح درست میکردن، کتککاری میشد. من یادمه یه بار به صلاح آقای تبرزدی رو دیدم، گلگی میکردم که تو چرا داری به صلاح موزه تون میگیری؟ فرض کنید یه پیرانی داشت خونین و مالین بود، به پشترش آویزون کرده بود، اینا نگاه کن، خب منی که به صلاح مالی این نظامم، مالی انقلابم، اینا باید بیان منو کتک بزنن، باید اینجور با من برخورد بکنن. شما به عنوان یک مسئول ارجمند و بزرگ تو این کشور که از مهندسین و معماران سیاست کشور هستید تو همه زمینه‌ها، فکر می‌کنید تا چه حد این اشتباهات وجود داشته و احیاناً گاهی که در کار ما به وجود میاد چگونه میتونیم اون رو اصلاح بکنیم یا چقدر میشد اونها رو جدی گرفت به واقع؟ البته یه اشتباه که نبودیم، ولی اینکه حالا من اینجا بشینم بشمارم اشتباهات گذشتمونو، اصلا بنا شد که این کارو نکنیم. و حتما در یه حرکت طولانی 16 ساله گذشته کارهای بی اشتباه، ما کارهای اشتباهی هم داشتیم. من خودم همین الان موارد چم هست تو ذهنم، ولی هنوز زوده این مسائل مطرح کنیم. بگذارید هر وقت بنا شد تاریخ بنویسیم از این حرفا هم میزنیم. فضای دانشجویی کشور با چالش‌های جدیدی روبرو می‌شود. صبح روز 29 آبان 1373. خب تحکیم خیلی ضعیف شده بود اون سال 73-74 به دلیل یه سری مشکلات داخلی که داشت. دفتر تحکیم به وضوح در حال دگرگونی است. اولین قدم‌ها برای این تغییر برداشته می‌شود. برگزاری سمینار شریعت مطهر توسط انجمن اسلامی، سمیناری جهت بررسی آزادی از زوایای مختلف که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود. از جمله سخنرانان این همایش عبدالکریم سروش است.
اجازه هست که ما دوربینامون رو برداریم و بریم یه عکس برداری از داخل سفارت سابق آمریکا بکنیم ببینیم اونجا چه میگذره. این رو مسئولان امنیتی باید تعیین بکنن. از نظر من اشکالی نداره، چون اونجا رو که آمریکایی‌ها که میدونن چی هست، ما هم اونجا چیز خاصی نداریم. حالا از بیرون دیواراش کوتاه، از بیرون هم میتونید بریم. اصلاحات دنبال این بود، همون تزی که آقای حجاریان داشت، فشار از پایین، چانه زنی در بالا، یعنی یک فشاری توی پایین در واقع اینا بیارن که توی بالا بتونن در واقع چانه زنی بکنن و از حاکمیت امتیاز بگیرن و ما باید کمک بکنیم. یعنی اگه کسی واقعا میخواد چاپلوس نباشه ولی واقعا خدمت کنه به رهبری و کشور، بعد این کار رو بلده. این کار رو هزینه داره، فوش داره، لیبل داره، همه این چیزا داره. من پذیرفتم، من تمام هزینه‌هاشم دادم، تمام هزینه‌هاشو دادم و میدم و پذیرفتم که این نقش رو ایفا بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. این سرود توسط برادران گروه حمزه ساخته شده است. راه خمینی، راه اسلام. زنده کن این پیام با یاد شهیدان، نسازش نتسلیم ای مکبر آمریکا. راه بوذر رود روح الله امام ما، راه بوذر رود روح الله امام ما. راه بوذر، راه مقداد، راه حسین است، راه حسین است، راه زهاد باکو. زنده کن این پیام با یاد شهیدان، نسازش نتسلیم ای مکبر شوروی. راه بوذر رود روح الله امام ما، راه بوذر رود روح الله امام ما. راه بوذر، راه مقداد، راه بنشتی، راه بشارت، راه جهاد با تو. راه حمزه، راه سلمان، راه رجایی، راه بهونت، راه جهاد با تو. تکبیر الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خمینی رهبر.